خیاط‌زاده‌ای که صدایش قلب میلیون‌ها ایرانی را تسخیر کرد. به راستی راز ابی شدن ابراهیم حامدی چه بود؟ پاسخ جز این نیست. رفیق خوب و همسر دلسوز. این دو مورد به تنهایی هر مردی را به اوج قله‌ها می‌رساند. اگر صدایت هم صدایی باشد که تو را به خاطرش آقای صدا بخوانند، هم که دیگر نور علی نور می‌شود. ابراهیم حامدی متولد 29 خرداد 1328 صادره از بخش دوی تهران، به جرأت اگر نگوییم خوششانس‌ترین که از خوش اقبال‌ترین آدم‌های تاریخ موسیقی ایران است. پس از دوره‌ای گمنامی و کمنامی، همسرت یکی از اشرافزاده‌ها باشد و برای هنرت از جان مایه بگذارد، به طوری که یک ماه رایگان از تعالیم معلم آواز ایتالیایی مخصوص دربار بهره مند شوی، یا دستمزد چرب و نرمی به ایرج جنتی عطایی بپردازد تا بهترین ترانه‌هایش را فقط برای صدای تو بنویسد. رفیقی داشته باشی چون شهرام شب‌پره که برادرانه کنارت بماند و ابراهیم در آتش را به ابی در بهشت مبدل کند. شرایطی مهیا شود که به جای لیلا فروهر تو همراه شهرام به آمریکا بروی، آن هم یک سال قبل از انقلاب، و ماندگار شوی و سالها بعد داریوش و فرید زولاند از تو بخواهند کنارشان بمانی و بخوانی و حتی فرصت بازخوانی یک آلبوم از گوگوش را هم برای خود ایجاد کنی، انگار مهاجمی که دروازه خالی روبرویش باشد. اما روزگار نشان داد که بی همسر هنرشناس شفیق و رفیق هنرمند واقعا رفیق نمیتوان ابی ماند. در ضمن ذکر این حقیقت ضروری است که در پس این رفتارهای بعضن فرصت طلبانه و منفعت‌گرایانه، دهه 70 موسیقی ایران به نام و از آن ابی است، همانطور که به نام سیاوش قمیشی هم بود و هست. البته چند سال آخر پیش از انقلاب هم برای ابی خوب بود، اما ستار، حسن شمایزاده، داریوش و گوگوش فرسنگ‌ها از او جلوتر بودند. در غربت اما ورق برگشت. شش و هشت خانی های بیش از حد ستار و شمایزاده، درونگرایی و میل به خیشتن بیش از اندازه داریوش و حبس گوگوش در ایران فرصت را برای ابی مهیا کرد تا به همراه سیاوش قمیشی لیدرهای آن زمان موسیقی پاپ ایران باشد. ابی اجرا کننده خوبی بود، اما از زمانی که خواست تهیه کننده هم باشد، آثارش از عالی شد خوب و از خوب شد معمولی. ولی آن چند سال دهه 50 و دهه 70 به طور کامل آنقدر نام او را ماندگار کرده که حتی اگر تا آخرین لحظه عمر هم میل به خواندن داشته باشد و روی استیج بماند، باز هم ایرانی ها وقتی دلگیری و تنها را برای بار صدم تکرار خواهند کرد، قلبشان برای خلیج فارس هزار پاره خواهد شد و از پشت دیوار شب یک راست سر از خانه ستاره در می آورند. شما کوه یخ موسیقی ایران هستید، چرا که بخش اعظمی از هنر و استعداد ذاتی در صدای پرصلابتتان را به دلایل معلوم و نامعلوم از نظرها پنهان کردید تا ما عاشقان پاپ ایران سالها حسرت بخوریم و ناامیدانه انتظار بکشیم که آیا پاپ ایران یک ابی دیگر، این بار کم اشتباه‌تر، را پیشکش جان و روان ما می‌کند یا خیر. حرفی داریم روی لب‌ها، اگه سینه سوزه، اگه حرفی از غریبی، اگه گرمای تموزه، کدوم خزونه خوش آواز تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق. نازی جون با قدماش خورشید گرم، کپکای مست غرور سینه‌شون نرم، بی تو یک کلام باشه، تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه ایران را می‌بوسم، من خورشید هزار پاره عشق را بر
خاک وطن میآویزم. تو چشمان خواب مخمل، شراب نام شیراز، هزار میخون آواز، هزار و یک شب راز. تو آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. گریه نکن، گریه نکن خاتون، هم گریز من برای این در به در بی سرزمین. گریه نکن بر گریزونای پایی کی چشم را نشسته، از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. فکر خستگی های پره پرنده ها تو بزن، تبر بزن، من به فکر قربت مسافران، آخرین ضربه رو محکم تر بزن، آخرین ضربه رو محکم تر بزن.